به به دوباره آمد فصل بهاری، بلبل چقدر میخواند با بیقراری، چقدر قشنگ و زیباست آینه روشم دون، سی سما سکه سنگل قرمه فسنجون. عید آمده دوباره شادی و خنده، لفتن نشه فراموش عیدی بنده، لفتن نشه فراموش عیدی بنده. الان میگن میآید یک دسته مهمان، شیرنی اینجا آجیل اونجا میده فراوون، مچیه مهمونه دیگه، خوشمزه و شیرین و آبدار و تازه، دیگه طاقت نداره دستم درازه، آخ دهنم آب افتاد دلم به تاپ تاپ افتاد، آخ دهنم آب افتاد دلم به تاپ تاپ افتاد، دلم به تاپ تاپ افتاد آمد بهاران، سال جدید رسیده خوشحال و خندان، سال جدید رسیده خوشحال و خندان، سال نو مبارک باشه، عید شما مبارک باشه. تولد عید شما مبارک، تولد عید شما مبارک، تولد عید شما مبارک، تولد عید شما مبارک، عید شما مبارک. مگه چیه عید دیگه؟ شاد باشی. به نام خدا. سلام، خوبین، خوشین، سلامتین، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم قبل از سال تحویل. امیدوارم که دیگه یواش یواش همه خانواده دور هم جمع شده باشن. البته میدونم بعضیا سر کارن، بعضیا گرفتاری دارن. بله بله، همه گرفتاریم، همه بله، مشکل داریم. گرفتاری دارن. بله، بله. شما هم گرفتاری داری؟ بله، من دل تو دلم نه. چرا؟ چرا نمیشه؟ چی؟ چرا؟ تحویل میشه. نمیشه. این پسر خاله خیلی هیجان زده است که میخواد سال عوض بشه و دور سفره هفت‌سین بشینیم و بله. چی؟ بله. و بزرگ بشیم، یک سال بزرگتر بشیم. بچه ها خوابیدن خوشبختانه اینا، البته من میدونم ممکنه بعضی از خانواده ها بچه هاشون نخوابیده باشن، ولی بیشتر جا بچه ها میخوابن، برای اینکه اگر کسانی میخوان موقع سال تحویل بیدار بشن و دور هم کج گذاشتی؟ بله حواسم هست. صاف بذار. داریم شیرینی میذاریم برای مهمان. چقدر خوبه این مهمان دعوت کردن و دور هم بودن، هیچ چیزی بهتر از این نیست. ببینید، مهمان قراره برای شما بیاد. خانواده چند روزی با همدیگه ممکنه به سفر برید یا توی خونه با هم باشید. من خواهشم از بزرگترها، حتی از بچه‌ها اینه که در این روزهایی که ما تعطیل دور همدیگه هستیم، بله باشیم، با زبان خوش، با حرف خوب، با عشق و علاقه با هم صحبت بکنیم. چی گفتی؟ نه میخوام اینم چی گفتی؟ نه میگم با خوبی صحبت بکنیم. من حرف بد زدم؟ با شما نبودم من. با کی بودی؟ داشتم با بچه ها و بزرگتر ها میگم. حرف خوب میزنیم دیگه. میدونید به جای اینکه بد اخلاق باشیم، کسل باشیم، خسته باشیم، اونو برای من بیار، اینجوری باشیم، میتونیم بگیم که مثلا یه کلمه قشنگ به کار ببریم، به اون بچه، به اون بزرگتر با یه کلمه خوب درخواستمونو بگیم. مثلا یک لیوان آب بخوایم چی میگیم؟ خودمون میریم آب میخوریم، برای بقیه هم میاریم. نه مثلا بخوایم بگیم این شیرنی رو به من بده، خودمون بالا میشیم ور میداریم به بقیه هم تعارف میکنیم. نه میدونم، نه یه کلمه ای بگو که قبل از این محبت رو نشون بده، محبت شما رو به من نشون بده. آی ماجی، بله. میخوای برات نون بگیرم؟ نه نه بچی؟ نه، نه ببینی؟ میخوای برم نفت بگیرم؟ نه 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 بس. میخوای برم آب بیارم؟ نه گوش بده من. چای بریزم؟ نه بس من تا آخر حرفمو بزنم. ببینید قبل از اینکه مثلا ما بگیم که این ظرف، این شیرینی رو به من بده، میتونیم یه کلمه قبلش بذاریم، بگیم که عزیزم ممکنه شیرینی رو به من بدی؟ بله بفرما.
بله اینجوری. من خودم باید زودتر میفهمیدم شیرنی میخوای بهت میگفتم. بفرمایید بفرمایید. نه 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 الان برای چیز دارم میگم. ببین یه کلماتی هست که این کلمات واقعا تأثیر عجیبی داره وقتی ما به کار میبریم. کلماتیه که محبت توش هست، مثل اینه میخوای من بگم؟ شما من نخوابیدی؟ نه من خوف بودم، خوف دیدم مسابقه، گفتم منم بیام اینه من برنده شدن جایزه بدی. شما بگیری بخوابی بهتره، چون اون وقت موقع سال تحویل نمیتونی. اینه ببین به من مثلا من آقای مرجیم به کلاغ روز میگن عزیزم پسر کلن ناز داره من قند اصل شکر من نمک من بیا یه شیرنی بدم بخوری کیف کنی حالت سر جاش بیاد دهنت مزه بیاد. این زبان این خیلی خوبه این بچه این زبانش پر از محبته پر از احساسه، ولی از شیرنی خبری نیست. فکر شیرنی رو از سرت بیرون کن. مسافره رو گفتن. آفرین مادری. بله. سلام علیکم. سلام. سالتون مبارک بشه. سال شما. فرودتون نوروز. نوروزتون پیروز. هنوز سال تحویل نشده. نشده؟ نه هنوز. خیلی مونده؟ بله بله. الان آقای مجری بله. حرف از محبت میزدین بله. حرف از کرامای محبت دار میزدین. آفرین. من یاد دور افتادم. بله بله. اونجا اصلا همیشه با هم دیگه با محبت صحبت میکنیم. اینجا کم من شنیدم. این فامیل دور هستن که اومدن پیش ما بره. و مثل اینکه قراره پیشمون باشن یکی دو روز. میخواستم بگم که یه خوره اونجا ما چیز میکنیم. اینجوری اینقدر از این حرفا دوستبازی ها نمیزنیم. جدی کار انجام میدیم. ما به جای اینکه حرف بزنیم عمل میکنیم خیلی وقتا. یعنی برای اینکه ابراز محبت بکنیم. ابراز محبت بکنیم حرفی نیست که ابراز محبت باید که با عمل انجام بشه. مثلا ما نوشابه باز میکنیم. در نوشابه رو که باز میکنیم خودش میفهمه داریم محبت میکنیم. بله. آها این من نه من دنبال یه کلماتی میگردم که این کلماتو که میگیم بره. اون کسی که اون طرف هست میفهمه میفهمه ما دوستش. اون کلمات هم داریم. اون کلمات خیلی شما چی به کار میبری وقتی میخوای مثلا میگیم که بره. خیلی زیاده. مثلا میگیم که در قرب من، در چشم من، دستت را در نمونه هیچ وقت. خیلی خوب. اینا هم بالاخره برای خودشون برای بیشتر عملیه دیگه. مثلا داره یخچال که برای یکی باز کنیم دیگه خیلی محبت کردیم بهش. خیلی خوب. شب شما بخیر. ما داریم صحبت میکنیم. بخوابین لطفا. فقط چقدر مونده؟ من یه خورده مونده هنوز. من خودم شما رو بیدار میکنم. 20 دقیقه مونده؟ نه بیشتره. بخوابین. راحت بخوابین. 20 دقیقه مونده اون رو بیدار میکنم. باشه چشم. ولی به نظر من با صدای رسا بگی بهتره. شما چرا شما نخوابیدی دیگه؟ ها؟ من دیدم محبت ها بحث گفتیم بگیم. بگو شما بگو شما چی میگین وقتی میخواین ابراز محبت بکنی با عشق و علاقه یه نفر رو صدا بکنی یا یه کسی رو چی میگید بهش؟ ما میگیم مثلا هی قربونت برم داد نزن مردم خوابن دیر وقته. خب اینو میشه یواش هم گفت میشه گفت قربونت برم من مثلا قربونت به من بودی؟ به من بودی؟ نه 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 همینطوری هست نه 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 مثلا با این میزه بودم به من اینجوری کرد نه اینجوری بودم مثلا اشتباه کرد به سرم جان بگیر بخواب بگیر من میخوام صحبت بکنم برای بچه ها اینی بله. اینی میخوای که من و پسرم مزاجان مسابقه بدیم مسابقه چی؟ بیا هرکی بهتر بود وقت جایزه بده میخوای نگاه کن من پسرم مزاجان قلبون شلک ماهد درن چه موهای قشنگی چه چشایی قول پسر جان های قربون دماغت برم کنو قرمزی قند اصل شکردون نمک من قلبونت برم های تفتونت همش گرم باشه پسرم مزاجان بچه ها بخوابی خیلی خوب میدونم فهمیدم آفرین خیلی خوب بود من بهتر بودم هر دو تایتون خیلی خوب بودید اجازه حالا که بحث اینه که بدم بود من کیجوری بودم شما هم خیلی خوب بودی همه تو خوب بودی من خوب بودم لطفاً بگیریم بخوابین چون میخوام سر سفره هفت‌سین دور سفره با هم دیگه باشه لنگ دراز رات کوتاه پسرم مزاجان میخواستم اول داد بزنم ولی حالا که حرف از محبت و ایناست قربونتون برم من در چشماتون رو ببندید خواب میمونی های خرت از ماشین آقای مجری تندتر برم
من نمیتونم با شما صحبت بکنم چون اینجا اصلا وضع به هم ریخته است. الان همسایه ها میان، من باید برم اینا رو ساکت بکنم. خواهش میکنم شما قسمت بعدی برنامه رو ببینید، خوب و خوش باشید. بله آقای ماجی. بله هه هه هه. چی؟ محبت دیگه. آها پسر خلده میخواد محبت بکنه. خیلی خوب، قربون صدقه، هم دیگه برین، هم دیگه رو دوست داشته باشین، با هم دیگه باشین، لذت ببرید از زندگیتون. برنامه بعد با هم ببین چی بگیرم. عید میاد و یکی از کارهایی که ما در ایام عید انجام میدیم عیدی دادن هست به کوچکترها. من معمولا میبینم دست میکنن تو جیبشون، بزرگترها پول میدن. خب خیلی خوبه برای بچه‌هایی که پول رو میشناسن و استفاده میکنن، خیلی خوبه. اما برای بچه‌های کوچیک خواهشم اینه که شما اگر این به جای پول یه چیزی که مثلا دوست دارن، حالا هم خوراکی هم مثلا اسباب بازی، این رو بسته بندی بکنید توی یه کادوی یه شکل خیلی خوشگلی، بعد با یه آب و تابی براش تعریف بکنید که من اینو برای شما تهیه کردم، خیلی این تو خاطرشون باقی میمونه و براشون جالبه، همیشه به یاد شما هستن که. مگه شما نخوابیدین؟ نه ما خوابیم، اینی ما خواب بودیم. این توپه بی تربیته دیگه، هی میاد میخورم به پای ما، هی میره میخورم به پای پسرم عزا جان. من میخوام یه کلمه قشنگ صحبت بکنم، چرا اجازه نمیدین من یه کلمه قشنگ با بزرگترها که الان بیدار هستم بشینم صحبت بکنم؟ اینی خب تقصیر ما چیه؟ من که خواب بودم داشتم خواب قشنگ اینده، این توپه بی تربیته میام میخوره با من، تازه از خوابم بیدارن که داشتم خواب قشنگ. تعبیلش چیه؟ تحویل چیه؟ تحویل آدم خواب میبینه میگن تحویلش چیه؟ تعبیرش چیه؟ تحویلش چیه؟ تعبیرش، تعبیر خواب شما اونی که باید تعریف بکنی برای من خواب تو، منم که ببینم چی هست حالا. ابا تعریف کنه. اینی ببین، من شلک دایی شما بودن. خب دایی گونده اونجوری بودن. خب بعد یه فرغون داشتن خیلی گنده بود، فرمون داشت، بغلاش آینه داشت، جلاش چراغ داشت و من فرغون از ایناست که باش آجر میبرن، برای بچه های کوچیک دارم میگم. فرغون توش آجر میبرن، ولی تو فرغون من آجر نبود. خب تو فرغون من پاره نقل شده بود، از بس از هوا نقل میامد، آسمون به جای بر نقل میامد. خب من پیچیدم میخواستم برم مهمونی، یه دفعه دیدم من که تا الان دایی بودم، چی شد؟ شبیه اون خاله بزرگه شدن، پام درد میکنه، ولی باز قاز دادن اومدن. بعد از دم خونه این خانم بد اخلاقی که رد شدن، یه دفعه دیدم من که اول دایی، بعد خاله، حالا باز شدن یه کس دیگه. اون آقاهه که میاد پیش شما یه حرفایی میزنه، نیفن چی میگه، اونجوری صحبت میکنه. خب ببین تا فردا میخوای که برای من خواب تعریف بکنی؟ همه اینا بهونه است که نخوابی؟ نه من که خواب بودن، اینا رو داشتن خواب میدیدن. خب ببینید، من خواهش کردم ازشون که بخوابن که من بیدارشون بکنم برای سال تحویل دور سفره هفت سین بشینیم. اگر خوابیدین فقط دگو تحویل فرغون چیه تو خواب آدم میبینه؟ ببین تعبیر همه خوابای شما خوبه، یعنی که اگه درس بخونی، کاراتو درست انجام بدی، بچه خوبی باشی، خیلی خیلی خوب میشی بعدا. یعنی من اگه درس بخونم خیلی پسر خوبی باشم، بزرگشن، زحمت نکشن، تازه فرغون میخرن؟ نه اون که نه. نه بگم شما چی میگیم بسر؟ من تحویل کنم. تحویل چه میدونی چیه؟ بلده اینی تحویلش این نیست که من میخوام کادو بگیرم. آها من میگم شما چرا اومدین اینجا. من میخواستم شما اینا رو نبینید. ما نمیم، ما که ندیدیم که، ما یه قوطی که دلش بسته است، ما چند دونیم توش چیه؟ اینی ببین، اگه نقله به خواب من مربوط میشه، نقله توش؟ نه توی اینا هیچی نیست، اینا برای کسای دیگه. یعنی قوطی خالیه هیچی نیست؟ من برای بچه های
یه مهمونایی که میخوام بیام قشنگ از این بسته های خوشگل درست میکنم، بسته بندی میکنم که بهشون بدم. الان بده به ما، برای شما نیست، برای شما نیست، بگیریم بخوابیم. پس بگو توش چیه؟ نمیتونم بگم، اینو من نمیتونم بگم، برای اینکه اون باید باز بکنه خوشحال بشه. تو جیب جا میگیره؟ تو جیب جا نمیشه، نه تو جیب بازار جا میگیره. آفرین، اینو قشنگ برای این بگو که چیزی که به ما مربوط نیست برای چی سوال میکنی؟ لار بزا هو چیزی که مربوط به ما نیست چرا سوال میکنه؟ من خود الله از آقای مجری سوال میکنه. آقای مجری اجازه توش چیه؟ ما به این بچه بگیم بگیریم بخوابیم تا عصبانی نشده. خوابیدیم. ولی خب بهتر اینه که مهربان باشیم. بله دیگه الان نباید چیز باشیم. شب بخیر عزیزم. شب شما بخیر، بچه های خوب، خوابای خوب ببینین. من خودم اگه دیدم بیدارتون میشم. آقای مجری بله؟ این سال که تحویل ما از صبح گرفتیم اینجا خوابیده میگم سوال دارم چرا تحویل نمیشه؟ ما قبلا اونجا هر کجا که باشیم سوال همون که فرد تحویل میشه، اینجا چرا همش انتقال تحویل نمیشه؟ این چه سالیه؟ این سال مثل همه سال هست نیست؟ اگه سال مثل همه سال بگم تحویل تحویل شده بودی نگه بچه ها دوست دارن از اون سال تحویل بشه، حق دارن. ولی من یه نکته ای رو بگم، شما کی خوابیدی که این حرفو میزنی؟ من نیدم اصلا این نظره بخوابی. نیزنی من بخوابم، خودت گفتی بخواب، انقدر داد میزنی من نمیتونم بخوابم. هی میخوام خواب نقله رو ببینم، خواب سگ میبینم دنبالم داره میکنه میخواد منو گاز بگیره. رفتی؟ آره میشه میری؟ من با اجازهتون برم سر صدا میکنم شما ما خوابیدیم. ببین من چه قشنگ خوابیدم. برو عزیزم. به به چه بچه های خوبی، الان میخوابن، من خودم بیدارشون میکنم. منم برم اون ور که اینا رو بسته بندی بکنم برای بچه ها، اینا بتونن بخواب. این سر صدا میده، راست میگه، اینا بچه های خوبی هستن. وای خواب بودم؟ خواب بودم؟ نه نه الان چه ساریه؟ پارساری یا امساره؟ نه چیزی نشده، هنو نشده. چی نشده؟ هنو اتفاقی نیفتاده. اتفاقی نیفتاده؟ نه نه وای بگی بخواب. یه سار گذاشت بذاری. نه هنوز نشده، شما بگی بخواب، خیالت راحت باشه. هنوز فرطبیر نشده؟ نه نشده. ها پارسر هنو؟ آره خیلی بگی بخواب. نه نه ترس بودم. نه من بیدارت میکنم بخواب. سلام آقای مدری. سلام پیشابی سارونتون مبارک، صد سار به این سارها، هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. نشده آقا دمه در چرا بفهمی داخل عید نشده، بگی بخواب. من گفتم که پیشا پیش چه لباسی اقا ترت کردی؟ کت بعد پیجامه هم قشنگه، کتم قشنگه. کتت قشنگ ولی پیجامه دیگه چرا پوشید؟ اون جریان داره آقای مدری. چه جریانی؟ اولش گفتم بگیرم بخوابم که سار تحویل بیدار بشم. خب برای همین رفتم لباس خواب پوشیدم. خب لباس راحت. خب بعد دیدم که یه موقع اگه خواب بمونم یهو سری بخوام بیدار بشم بیام پای سفره حفصی، خب با اون روایت خوبیت نداشت که. گفتم که کد بپوشم. بعد دیدم که با اون نمیتونم راحت بخوابم که کمربند گذرتم میکرد. گفتم چیکار کنم چیکار نکنم، گیج شدم خلاصه دیگه. گفتم که نصف لباس خواب بپوشم نصف لباس بیداری پای سفره حفصی. بله امسال واقعا چون نصف شب هست و نیمه های شب هست واقعا آدم یه ذره گیج چه لباسی داره. آره چجوری خوبه الان؟ خوبی؟ بله شما خوب هستی. بگی بخواب من بیدارت میکنم، دلواپس نباش. قشنگ چیه؟ دفترشو اینجوری میبری؟ چی؟ آقای مدری بله این عیدیه؟ بله جدن این عیدیه؟ بله پس عیدی که میگن همینه؟ آره اینو برای بچه ها چیز کردن. آره. برای بچه های مثلا اینا که میام مهمونی بهشون. آخه. من میپرسم نیست سارا ندیده بودم؟ شوخی مونه، تا حالا عیدی نایده بودی؟ نه نایده بودم، از بچگی تا حالا دوست داشتم از نزدیکی عیدی واقعی ببینم. یعنی بچه هم بودی عیدی نگرفتی؟ نه خیر، من همیشه آرزوم بوده که یه نفر به من یه عیدی واقعی بده. البته دیدم ها. کجا دیدی؟ نخوردیم نون گندم، دیدیم که دست مردم بره. تو فیلم دیدم. تو فیلم چی دیدی؟ اینقدر دوست دارم این عیدی ها رو. یه در کاغذی روشه، بعد درشو باز میکنی تویش یه در دیگه هست، اون درم باز میکنی میبینی یه چیز خوشگل تویشو اقعه خوشحال میشی. آقای مجری من یه فیلم دیدم. بله اولش یه دونه بزرگ بود، بعد در کاغذیشو باز کرد یه در دیگه بود، اون یکی دره رو باز کرد یه در کوچولو توش بود،
اون در کوچولو رو باز کرد، دید اه یه در دیگه توشه، اون که در رو باز کرد در کوچکتر توش بود، اون که در رو باز کرد در کوچکتر توش بود، تا ترکید. چه فیلمی آقا شما دیدین؟ چه فیلمی جالب نبوده که؟ کجا دیدین فیلمو؟ این رو دور دیدم، خیلی ساره پیش دیدم، دور بود. بله دور دیدی دیگه. آره شبکه دور نشون میداد اون موقع. شبکه دو. شبکه دور نه، شبکه دور. شبکه محلی خودمونه. شبکه شما فامیل دور هستین اونجا؟ آره شبکه محلی مونه. همه چی ممکنه. بله ما همه چی داریم، ما همه چی داریم. آره خیلی هم خوبه. ببین من خواهشم اینه شما بخوا چی شده؟ شما من نگفتم بخوابین. اینجا چی کار میکنین؟ چرا باید ترسیده؟ عینی ما خوابیده بودیم. خوف گفتی یه چیزی گفتی فرد کردم آنه صدا کردی جانم. من با شما خب مثلا شما اینجوری اون برای چی اومده؟ سال تحویل نشد مگه؟ نه بابا نشده رو نه نشده. بچه ها بخوابین اگر میخواییم بیدار بشین برای سال تحویل بخوابین. آقای داشتی با آقای فامیل گفتی این تو ها چیه آخه؟ من نگفتم. من گفتم تو اینا چیزی هست؟ نه چی دارا گفتم؟ گفتی آقای صحبت عیدی بود آخه. نه من چیزی نگفتم. بچه ها بریم بخوابیم. چه میخوابیم بخوابیم؟ بخوابیم بخوابیم. اینی من میام بخوابم اول خیال کنم از پله میافتم پایین. از این خوابای پریشو میبینه. بچه ها ببینید اینجوری که نمیشه بگیریم بخوابیم. چند برم چه صبری دارم من. مجری ببخشی. بله من میتونم یه سوالی بپرسم؟ بفرمایید. بله یه سوالی داشتم. بفرمایید. مثلا بدونم که شما از اون دسته آدم هایین که به نسبت دوری مسافتی که مهمان محترم اومده کادوی گرانتری بهش بده؟ من دور و نزدیک مهمان برام فرق نمی کنه، همه مهمان ها برام عزیز هستن. پس از اون دسته نیستی؟ شب خیلی بخوابه شب خیلی. بچه ها اینجا نمیگم بخوابید که هر کی بره سر جای خودش بخوابه. آقای چه ده؟ آقای مدیری من جام همینجا هست که اون ریف وایسادم دیگه سر جای خودم خوابیدم. خب پس بخوابه با شما بخوابه. من عصبانی بشم میدونید که چه جوری میشم؟ چه جوری میشم؟ میدونی چه جوری میشم؟ نه من نه برین سر جایی که گفتم بخوابید. رفتین برین برو برین اونا رو به ما میدادی. خب یکی راحت میخوابید با شما هم هستم. برو پاتوی برای کشیدی اون بر تازه گرمش کرده بودم. شب بخیر آقای مجری. چه گرفتاری شدیم؟ البته اینا هم حق دارن، میخواد سال تحویل بشه اینطوری دلشون میخواد بیدار باشن. بالاخره دیگه منم خیلی دیگه بد اخلاقی کردم، خودم ناراحت شدم. اب نداره الان عید میشه. بله. همه خوش اخلاق میشه. بفرمایید شما چیکار دارین؟ آی من میگم چرا نمیشه؟ میشه این عید میشه این عید میشه. یه ذره تحمل باید داشته باشید. اون به اون میگم به اون یکی به اون یکی به این یکی. به ساعت نگاه میکنم تیک تیک نمیشه. بسر خاله میشه عید میشه اصلا دور هم دیگه شما برو استراحت بکن. ببین من خواهشم اینه اینا رو یه جایی قایم بکنی. این بچه ها دنبال این هم ببینن تو این چیه. خب اینا رو یه جایی بذار. خب که من چیز بکنم بعدا از شما. من میخوام برم یه دوش بگیرم. دوش بگیری؟ حمام بکنم. آخه سال تحویل میشه تو همون؟ نه اگه تحویل بشه تا آخر سال باید تو همون باشی. ببخشید من خواب بودم. فکر نکنید فارگوش وایساده بودم. خوش. من درست شنیدم؟ شما گفتین که میخوای بری همون. هنوم نرفتی؟ نه نرفتم. نه نشده. وقت نشده. آخه الان که من درشو قفل کردم. در حموم رو قفل کردی؟ بله. برای چی در حموم رو قفل کردی؟ در قفل کردم که سوسکا نرن تو. سوس میگه در حموم میره تو. شما چرا همه چی رو قفل میکنی؟ خب آخه هر کی بالاخره درش باید وارد بشه دیگه. گفتم اگه میخوام بیرون مسئله نیست کلیدو بهتون میدم. خب بده من کلیدو. بله. خب شما قسمت بعدی برنامه رو نگاه بکنید. من باز در خدمت شما هستم. مطالبی هم هست میخوام بهتون بگم. این کلیدو بده من برم. اینجا شلوارم گذاشته بودم. اینجا بود. آره عقب کن الان میدم بهتون. پول نشو. خوشگل ها؟ خیلی قشنگه. دوست داری؟ خیلی. مال تو؟ چه خوشگله. ماش به جونم جون اسمش چیه؟ آخه اسمش باباییه. بابایی.
نگاه میفهمم بگی بابایی. بگو بابایی تو. میفهمه اسمش بابایی. ها؟ آقای میشه آمد. قایم شو. بفهم برو تو. یه حمام خیلی خوب آدمو سر حال میاره. درست میگم؟ شما چرا بیدارین الان؟ چرا اینجایی؟ چرا ما بیداریم؟ من میخوام برای بچه‌ها. ای برنامه خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. صدا چیه؟ صدایی نبود. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم امشب. بله. امشب ما همه منتظر هستیم. بچه ها این چه صدایی؟ من آقای مهدی از بس بیدار موندم خواب بیدیم باز دوباره بیدار شد صدای من درگه شده. بله دیدی؟ قشنگ صحبت بکنی اینجوری خوب نیست. چشم یه مطلب کوچولویی که من میخوام به بفرما. بچه ها ادا در نیارین قشنگ من میخوام صحبت بکنم دیگه. بفرما یه مطلب خیلی کوچولو هست که من میخوام بگم برای کسانی که میخوام برن به سفر. درسته؟ توی بله دیگه میخوام برن سفر. این جعبه چیه؟ این چیزی نیه چه آینی بگو سفر رو بگو اونایی که میخوام برن سفر جعبه چیه میگه ما؟ آشغال بیزاره دم در آره بفرمایید شما بفرمایید. آشغال میره تو برنامه؟ بابا نه یه مطلبی که خیلی کوچولو هست من میخوام بگم برای کسانی که میخوام برن نکن این کارو بده. میخوام برن سفر اینه که توی جاده که مثلا داره خیر یعنی مواظب باشن. بله بچه ها ادا در نیارین من میخوام صحبت بکنم حواسم پرت میشه. توی جاده که میخوایم بریم این با سرعت رفتن شما باعث میشه که همه ناراحت بشن همه عصبی بشن همه توی ماشین این چه صداییه؟ خیلی تایید کردیم. ما تایید بلند کردیم. یه بار دیگه تایید بکنیم ببینم. له. خب چرا این کارو میکنید؟ میخوایم بگیم یعنی خیلی بله. برنامه خوب بشه. نه. خیر. توی جاده که میخوایم بریم برای رانندگی به بزرگترها من دارم میگم. یه لحظه اجازه ببینم. توی جاده که میخواییم برین باید حواسمون باشه که راننده ها این صدای شما نه بود. صدای من بود. صدا از اون ورتر بود. چیزه از تو اون جعبه بود. این صدا چیه تو اون جعبه؟ همینی ببین بی بی این پسرم مزاجان برای عیدی فرستاده. من همون بودم زنگ در زدن. کی اومد دم در؟ آقای موتور. اون وقت چی داد بهتون؟ این بله این جعبه رو داد. این صدای گوسفنده؟ گوسفند که نه. نه من نبینم موجود دیگه اومده باشه اینجا. نه موجودی نیست. بذاریم ببینم چیه توش. یه این بر ببینم. بی بی فرستاده اینو؟ بله. آخه مگه ما به بی بی چیزی گفتیم که برامون بفرسته؟ عیدی دیگه عیدی میفرستم. عیدی فرستاده برای کلاغر بزی. این چیه؟ خوفه. بابای بیا بیرون لو رفتی بیا. خوشگل ها؟ مهمانم. اینی ره چقدر سفیده های بله. سلام کرد. یه وقتایی هستش که باید وقت داشته باشدم فکر بکنه. بله. مهمانم. اینو بی بی فرستاده؟ بی بی گفته که این عیدی من برای شما فرستاده. یعنی میخوای اینو نگه داری؟
عیدیه دیگه. بله بله پسر. آخه ما گوسفند به چه دردمون میخوره؟ آخه ما گوسفند رو اینجا کجا نگه داریم؟ من سر سفره حفظی من گوسفند ببرم بذارم؟ آقای مرجی کجا رم؟ این فامیل دور از بره میترسه، از بابا میترسه. آقای مجری رفت باش صحبت کنه. فامیل دون به اون گندگی بر این بره میترسه. بره ترس نداره خوشله. فامیل دور، فامیل دور، فامیل دور، فامیل چی؟ بره کیه؟ چی شده؟ چی شده؟ کی بیدار؟ چیه؟ شما رو بیدار کردی؟ نه ترس چی شده؟ امسال شد؟ امسال شد برای خاله؟ نه شده هیچی نشده. یه ذره آرامش داشت و چیزی نشده. ترسیدم چرا پشت بیدار بکاری آقا بایدیری خب خوابیده بودیم اینجا زدم پشته چیکار بکنم؟ جاره دارم ببخشید یه کمکی میخواستم. سالونتون مبارک پیش و پیش. سال شما مبارک. صد سال به این زارها نشده هنوز. نروزتان نوروز نشدن. نروزتان بیروز. خب من یه سوالی داشتم به عنوان یه کمک اومدم پیش شما، از شما یه سوالی بپرسم. خواهش بکنم ببخشید بیدار کردم. بفرمایید. آقای مطری از شما بعید این کارا نصف شبی من رو بدار بکنید. سوال میخوام بپرسم. خب بفرمایید سوالتون رو بپرسید. واقعیت اینه که آقای مطری الان اصلا موقع خوبی برای شوخی کردن نیست. میدونید من یه خورده حساسیت دارم. چه شوخی؟ میخوام یه سوال بپرسم شما جواب منو بده. اگر شما وای وای آقای مطری جان من چی شده؟ از دور زنگ زدن آره؟ از دور زنگ زدن؟ با درپیت صحبت کردین؟ درپیت آره؟ چیه؟ درپیت دیگه همون که شما باش صحبت کردین بدخواه منه. عزیزم من اصلا با کسی صحبت، من خودم الان یه مشکل دارم اومدم از شما کمک بگیرم. آره با درپیت صحبت کردین گفته که من بره میترسم. آره من بره نمیترسم، هیچ وقت بره نترسیدم، هیچ وقت دیگه هم نخواهم ترسید. اصلا از این شوخی خوشم نمیاد آقای بایدی. من شوخی نمی کنم، اومدم از شما بپرسم اگر شما جای من باشین یک مهمان خب حیوان در حقیقت دست شما در نکنم آقای نه اصلا انتظار شنیدن چنین حرفی رو از شما نداشتم. چه حرفی داشت؟ اگه ناراحتی رو دست من چرا اینجوری؟ چرا نصف شب؟ چرا یه پشت بیدار میکنی به من بگیر حیوان؟ بهماره بخوا میگفتی من از همون اول نمیومدم تو در رو باز میکردیم. نه جدی گفتم حیوان. نه جدی گفتم. نه گوش بدین آخه فامیل دور، من که با شما یعنی حرفا ندارم که. جدی گفتی بره؟ نه اچه یک درصدی هم که من فکر میکردم شوخی کردی، یعنی میخواد بگی جدی گفتی؟ نه جدی میگم یه حیوان به عنوان مهمان بیاد. ولی من به این برخورد نه هر کی جدی بگیره شما رو نمیگم. کی با شماست؟ من میگم شما جای من. شما جای من خب در باز یعنی بیای تو، از حمام بیای بیرون بره. ببینی که یک حیوان اونجاست. منو میگین دیگه بره چیکار میکنم؟ میخوام بگیر آره هیچی، بارو بدر کاسکوتامو جمع میکنم میرم دور. من با میرم شما... دورتر دیگه دورم نمیرم اونجا میرم با شما نیستم. گوش بدیم یه لحظه به من. چه زود دلگیر میشه؟ من با شما نیستم. دل شکسته شدم، کاش دلگیر شده بودم. درهای دلم همه شکست. فامیل دور با شما نیستم مگه؟ متوجه من نمیشنوی؟ گوش بده صدای منو. گوش بده. گوش میکنم. گوش بده. دیدید اینا برای بار هفتم همینجوری داره برای میترسید. بری به اون درفیت زنگ بزنید بگید من نمیترسم. برای دیگه طاقت اینجا بوده رو ندارم. برای دیگه میرم همین امشب. ببین من اتفاقا راجع به همین میخوام صحبت بکنم که اگر یک حیوان بیاد توی خونه خب عکس العمل شما چیه؟ چی کار میکنی در اون شرایط؟ اگه حیوان بیاد خونه؟ اگه یه حیوان واقعا بیاد تو خونه خب چی کار میکنی؟ اصلا که داره که حیوان چی باشه؟ فکر کن یه حیوانیه که خب مثلا با ب شروع میشه، اسمش با ب شروع میشه. با پ؟ ب. چه؟ ب. با ب؟ آره. مطمئنت به؟ آره یه ب. مثلا چی؟ مثلا بلبل؟ بلبل که قشنگ غذا میدم بهش. بلبل نیست. نه بلبل نیست. بلبل برغ خروس؟ برغ خروس نداریم ما. چی ده؟ ببر؟
ببر مشکل ندارم. ببرم که ما نمیاریم آخه، ببر کسی نمیاره اینجا. بلنگ؟ بلنگ نداریم ما. چی بگم آخه؟ بیر؟ شیر اونی که میخوای بگی شیره. من بیخوره فکر کنم این میدونم برک نیست، اینه که میدونم برک نیست، مطمئنم برک نیست. چرا؟ اران تو این خونه به دوز من یه برام هست؟ بله. لباس به زیم براش نمیتونه. قسمت بعدی برمار رو بکنیم. این من بگیم چه کار بابا اینجا از لباس چرا بدت میان؟ چیزی نیست، بلند شو. یه برست نه نه بلند شو قشن بشین. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم، کنار سفره هفت سین، کنار آب و آینه و قرآن عزیز و سبزه و گل و شیرینی و به به. امیدواریم هر جا هستین خوب و خوش باشین. من این سبزه رو که میبینم یاد این گوسفنده میافتم. اب نداره، گوسفنده خوبه. آخه چی کارش بکنیم این اگه بدونه رو بخوره؟ نمیخوره مواظب. شما چرا رفتی در رو باز کردی اینو قبول کردی؟ گفت ایدیه دیگه. خب باشه عیدی باشه، بهش میگفتی دست شما درد نکنه، اینو نمیتونیم ما نگهداری بکنیم. روش افتاده بود. چی روش افتاده بود؟ یه پارچه روش بود. آن ندیدی؟ آره. چی بود؟ موتوری. به گفت این مال چیه؟ کلا قرمزی پسرخاله کیه؟ گفتم خودم. مگه چیه؟ گفت اینم مال تو. یعنی هم مال توه هم مال کلا قرمز؟ نه، مال من یه چیز دیگه است. اوه اوه، برای شما چی فرستاده؟ اسب؟ بزرگتر از این حرف هاست. فیل؟ بزرگتر از این حرف هاست. چی آخه؟ درختی چیزی؟ چی فرستاده برای؟ درخت میشه، الان نیست ولی میشه. به من جون به سر نکن، قشنگ بگو چی فرستاده بیبی برای؟ تو دستمه. آها، خب یه چیزی که تو دسته باز میشدم یه کاریش بکن اونجوری. خب چیه از این جونور منوری پر؟ نه خیلی یه چیز خوبیه. میشه ببینه؟ حالا ولش کن دیگه، بعد آخه بابا دست میگه. من که بابا به کسی نگی چیه. نه نه آها، اینا بله بریز ببینم چیه اینا. بله آها، خوبه دیگه. اینا رو بیبی برای شما فرستاده؟ بله برای من فرستاده. یه دونه نخوده، بله. یه دونه لوبیاست، یه دونم عدس. بی بی خیلی زحمت کشیده اینو برای شما فرستاده. بله، لوبیا فردا زود بیا. آها، معنیش این بوده برای تو؟ یعنی فردا باش بلندشی بری دیدن بزرگترها دیگه. به به، چه حرف قشنگی بی بی گفته. گفته بزرگترها رو فراموش نکنیم، فردا که عید میشه اول از همه بریم دست بوس بزرگترها. چقدر خوب، باریکلا. بله. باریکلا. وقت عدس چی بوده؟ عدسی، فردا مرخصی. به من گفته فردا کار نکن. خب بله، اینم خیلی حرف قشنگیه که راست میگه بی بی. میگه که تعطیلات شروع شده، مرخصی شروع شده. کسانی که جدی گرفتید، خیلی کار کردید، خیلی خسته هستید، اینا مرخصید، تعطیلید، لذت ببرید، کیف بکنید. بعضیا ولی باید کار کنه. نخود چی بوده فرستاده برای؟ نخود، نخود. خب هر که رود خانه خود. نه دستت باشه. نخود باشه. نخود هر که رود خانه خود. خانه خود. نری هی مهمونی شام بمونی، خسته است، از صبح مهمون داشته. چی گفتی؟ هیچ، من چی گفتی؟ نه، من یعنی هر جا میری شام بمونی؟ نه نه نه، اینم حرف قشنگیه، حرف بسیار قشنگیه. خستن دیگه. که وقتی میرید جای مهمانی، بالاخره صاحب خانه هم مهماندار بوده و اینا، حواستون باشه دیگه. حالا یه اندازه ای داره مهمونی، هم یه جوری به اندازش خوب. آقای مجری، بعد این ستا رو میکاریم. خب میکاریم، بزرگ میشه، اون نخود میده، اون لوبیا میده، اون عدس. اگر اجازه بدی من برم ببینم که این حالش چطوره. اون خوش شده. کی؟ هم فامیل دور. فامیل دور خوش که؟ آره خوش شده. اه.
این چرا اینجوری شده؟ خوش شده بذارش رو تاخچه عیده قشنگه. هی هی چیه؟ از این بره میترسی؟ چی؟ از این بره چی؟ میترسی از این بره؟ من بره بترسم؟ معروفه که نمیترسم. چرا بترسم؟ برای چی من بترسم؟ نکنه بترسم، پس چی که بترسم؟ آخه این چه کاری؟ بیا بریم یه دقیقه اونجا بیا بریم. نه آقا همینجا راحت هم آقای مدیری، من اینجا بهتره، همینجا خداش میکنم دیگه. تو نمیتونی که همش اینجا باشه که. چرا میتونم، راحت هم. شما راحت باشید. اگه اومد اینجا چی؟ کی؟ برهه اینجا برای چی بیاد؟ اصلا من نمیدونم اونجا هم چه کار میکنه آقای مجری. اصلا مگه جای بره توی خونه است؟ آره؟ اینو ببرین بیرون. من خودتو میگم آه برای من جالبه، من تا حالا ندیدم کسی از بره بترسه. هی میگی میترسه میترسه، من خوشم نمیاد. اصلا فکر بره رو که میکنم یه بره میبینم همینطور موهام شروع میکنه ریختن. اصلا حساسیته، نمیدونم کمرم میگیره، کتفم میگیره، هر بار یه اتفاقی میفته. وگرنه ترس نیست که. من یه زمانی نگهبان در شیر بودم، در قفس شیر بودم از داخل، دوست بودم با ایوونا. آره من شاگردانم مار بوده یه مدت. اصلا نمیترسم از این ایوونی. بره خوشم نمیاد فقط. اگه شما بگی میترسه میترسی. خیلی خوب قبول کردم. ببین معلوم میرم پیشش، ببین ترس نداره. آقای مجدی من یه چیز به شما گفته باشم خوبیت نداره. ببین که به شما گفتم چی خوبیت نداره. پس فردا مردم میبینن پای سرتون حرف در میارن ها. چرا ببین در دهن مردم رو نمیشه بستا. ببین که بهتون گفتم، از ما گفتم بود. چرا من این ما چیکار کردی؟ بره تو خونه نگهداری میکنی؟ خب مردم چی میگن؟ این در دهن مردم چی میگن؟ یه چیزایی میگن. ببین معلوم میرم پیش این، ببین ترس نداره. قشنگ منو نگاه کن. هی شما بگی ترس، هی من بگم روی ترس، هی شما بگی ترس. نمیترسی؟ نکنم ترس. بگم بیا. چی بگم بیا؟ میگم خوشم نمیاد آقای مدری. خیلی خوب قبول کردم. فرق میکنه خوشم رو بیاد با میترسی. خیلی خوب، بعضیا واقعا یه چیزای خوششون نمیاد، نباید اذیتشون کرد. بریم ما ببینیم بابایه چه جوریه. من خوب ندیدم. جلوی آقای مرجیه ببین چی کار میکنه. چی کار میکنه؟ ببین چه چیزایی بلده. بگو به هیچ بهش بگو. بابایی نه. چی نه؟ چی؟ چیه؟ آقای مجری مهربانم. نه ترسم من. نه ترس. نه آقای مجری بهش بگو سلام. سلام. نه ترس، چرا میترسی؟ یا جوک بگو بخندم. آخه نه من بر گوسفند چه جوکی بگم. نازش کن، نازش کن، ماچش کن. نه ترس، نه ترس بابایی، نه ترس. من ببین بابایی گوش بده، گوش بده. نه ترس، من با تو کاری ندارم که. من اول یه ذره شوکه شدم، تا حالا مهمان اینجوری نداشتم. عید که بیاد پیشم نداشتم. حالا میترسی هم من؟ نه. نمیترسی؟ نه. خب چرا به من نگاه نمی کنی؟ عینی خجالت میکشه. خجالت میکشه؟ خجالت میکشه. نه شما هم دیگه با ما دوسته. نه ترس، ببین نه ترس، ترس نداره که. نه نه نداره. دیدی چه قشنگ میگه نه. یه چیزی بهش بگو، باهاش صحبت کن. باهاش صحبت دارم میکنم. چیکار دارم میکنم؟ باهاش دارم صحبت میکنم آخر عمری. بگو کلا قرمزی رو دوست داری؟ کلا قرمزی رو دوست داری؟ دی منو دوست نداری؟ بگو علف میدم، علف میدم. ببین من برای شما یه ذره چاقی، یه ذره چاق شدی. یه ذره بیشتر. آره شما باید یه ذره اینجا من مواظب باشم که بتونی بازی بکنی، به پر بکنی. چرا؟ باید اینجا اینجوریه. اینجا بخور و بخواب ما نداریم. درست میگم؟ بله ما نداریم. درست میگم بچه ها؟ یه بخور و بخواب هم. بزرگ شد میشه من سوارش نشن؟ نه 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 نه. رو حیوان ها نه باید سوار بشیم. مثلا اسب میشه سوار شد، شتر رو میشه سوار شد. یه حیوان های باربرن میتونن این کار بکنن. اینا رو نباید این کار رو بکنیم. حیوان ها رو نباید فشارشون بدیم، اینجوری بغلشون بکنیم فشار بدیم. ناراحت میشه. اینو فشار شدی حالش بد میشه. فشارش دادن یه صدایی در آورد. آره چیزه چی میگم؟ خب
بابایی پیش مایی ایرادی نداره خب خوشحال باش میخنده اینی دیدی خندی دیدی بابایی خوشحال باش دیدی خنده چه با مزه است امیدوارم شما هم بخندین هممون بخندین دور هم دیگه باشیم سال خوبی در پیش داشته باشیم فشارش نده فشارش نده بسیار خوشحالیم که در خدمتتون هستیم میدونید که تحویل سال نو کمی دیر هنگامه صادقانه عرض میکنم تا به امروز گوسفند در حقیقت در جوار یک گوسفند نخوابیده بودم منم همینطور اتفاقا منم همینطور نمیدونم چه اصراری که امشب آخر گوسفند با هم بخوابی کلاه قرمز این نمیشه بره پایین بخوابه اینی ببین این تهناست امشب خواب میترسه الان اینجا خوابیده فهم کنه پیش مامانش خوابیده قشنگ میخوابه بابا جان بخواب بخواب آقای من جان مثل مامانته بخواب بخواب چی خورده این چی خوردی اینی چی خورده؟ پیاز چهارا همه را این خورد پیاز چه خورده؟ بله عرض میکردم که خب باید صبوری داشته باشیم بچه ها دوست دارن عید بشه و خب یه مقدار خب دیگه عید شما مبارک باشه سال جدید مبارک باشه سال تحویل شد سال نو مبارک صد سال به این سالها نشده هر روز تا نوروز نوروز تا بیروز نشده بخوابیم بخوابیم بچه ها هر وقت که عید شد من بیدارتون میکنم باشه اگه میشه جسارت ها ولی همون 17 دقیقه برای بیدار بکنیم چش بخوابیم ممنونه شب همگی بخیر شب بخیر شب بخیر شب بخیر پسرم مزاجان شب شما بخیر شب بخیر براتون 14 تا قصه گفتم قصه دوامی چی بود آقای مجری؟ دیگه یادم نمیاد منم خودم خستم لطفاً بخواب دیگه بخواب خوابیدی بابا با آشپز خونه خوابیده بودی راحت بودی با خب مگه من گفتم بیاین اینجا بخوابین بچه میدونستم برنامه میخوای بیاری آقای باجلی گفتم بری سر جاهاتون بخوابین گفتی خوابتون نمیبره گفتم خب بیاین اینجا بخوابین آها ساکت شدن این شد بخواب دیگه شما با شما چی شد؟ چی شد؟ این چون؟ نه 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 آقای مجری اجازه بله یه گوسفند با چوا ما باید براش لالایی بخونیم خب بخون بانجش لالا برای بخواب شب بخیر شب بخیر آقای مجری بچه ها به چیزای خوب فکر بکنید سرتون رو بذارین قشنگ چشاتون رو ببندین توی شب که میخواییم بخوابیم گوش میدیم من به یک چیز خوب فکر کردم خندم گرفت آه به چیزهای قشنگ مثلا به چیزهای بد نباید فکر بکنیم آه ما چیزهای بد فکر نمی کنیم مثلا چیزهای ناجور مثلا اجدار پشمک بسر اجدار پشمک بسر چی بود گفتیم میاد یه دفعه میگم شهر دروز خاک بر سر خسته میاد از اون بالا میگه بسرم نه بخواب بخواب الان وقت دیو و هیولا و اینا نیستش اینی اینی الان فقط فکر که خاک بر سر خسته بوده خب این که گفتی دیف هم قاطی شد الان من یاد دیف نبوده خودت گفتی حالا دیف دیف اگه بیایه میگه من نمیدونم بره رو گرفتن کنار خودشو خابوردن بعد از دیف میترسن اصلا واقعا بسقره سرادر بخیری با شما که کاری نداره اینکه این ور خوابیده عزیزان بچه های خوب بله و چقدر خوب این شبه ها بله بخوابین چشا بسته شب بخیر چیز بخوابین شب بخیر شب بخیر شب بخیر خوابای خوش ببینی تا هم خوابای خوش ببینی خیلی ممنون
فامیل دور که یکی از کارهایی که ما در موقع سال تحویل انجام میدیم تحویل نشده نشده چه بوده؟ نشده بخوابی نشده هنوز شما گفتی آخه نشده بخوابی بخواب بره جان ایت نشده های مجری بله ببخشید ببخشید آخرین نفر کی از دستشوی اومد بیرون؟ آخرین نفر کی از دستشوی اومده بیرون؟ ها؟ کی بوده؟ کی بوده؟ کسی اصلا دستشویی نرفته آخرین نفر هر کی بوده در قفل کرده یا نه؟ حتما قفله دیگه آخرین نفر که خودم بوده این بوی چی اینجا میاد؟ بچه ها؟ چی شده؟ یه بوی میاد اینجا آره بوی بره است نه بوی بره نیست یه بوی میاد اینجا بوی چیه؟ بوی چیه؟ ما بوی نمیفهمم این جا میاد بالا پسر رمضان جان چی کار کردی؟ ما کار نکردیم برا این ور که جوراباتو گذاشتی بالا سر آره؟ کی؟ شما من جورابا گذاشتم بالا سرم؟ آره من زیر بارش هم گذاشتم شما چه کار داره؟ شما خود دمپایی تو کشتی باره سرت من میگم آخه دمپایی که اونقدر بو نمیده که جوراب شما داره بو میده ای میگم اصلا بلند شد لباسنامون رو بپوشین خب بشینین دور سفره هفتسی خوبم من دیگه با کسی حرفی ندارم هی. شب بخیر عزیزان شب بخیر وقت برنامه‌مون هم داره تمام میشه ای چون این میخواد تا صبح این کارا رو بکنه اینه خب آخه خیلی خیال کنه ایت شده این خواب مونده اینقدر این چشاتو نیرجل من چه بخواب پسر خارجا پسر خارجا برای 17 مونده بیدار کنی یا خب این آقای باجری میخوابه من میدونم برای بیدار نمیکنه خیالت راحت من اگه خواب ببرم خیلی بد میشه اون موقع تا آخر سال مجبورم آخر بره بخوابم بیداره بخوابیم بچه ها پسر خاله اون ساعت خودش زنگ میزنه من بیدارتون میکنم که فامیل دور بره سویلت بیرون از پتوه بچه ها شب بخیر بخواب دیگه بابای جان عید نشده نکن بابایی خواهش میکنم در این گوش من این کارو نکن در گوش من این کارو نکن بابا جان ببین من چه قشنگ صحبت کنم آقای مرجی شبت بخیر خوابهای خوب ببینیم شبت بخیر عزیزم صبورم وقت برنامه‌مون تموم شده ما میخواییم از همه تو خدافظی بکنیم امیدوارم که سال جدید سال بسیار خوبی براتون باشه اگه برنامه تموم شده پس بلنشین بشینین دیگه بچه ها فهمیدن ما میخوافیم خدافزی میکنیم بچه ما تا سال آینده که خیلی تا بیا فکرهای خوب بکنم با همه زرا میریده با با فامیل دور همیشه سیبیلت بیرون پتو ها؟ چی جوریه؟ سیبیلت همیشه بیرون پتو بیذاری؟ چی جوریه برا؟ بجوری اینی با این پسرم مزار جان عدای فامیل جان رو در میاره بزا بخواب ارا رو بگو ارا چی جوریه؟ اینی خوابیدی یا علکی؟ خواهیت زدی بخواف یعنی ما بخوافیم کلاه ارمزه بزار آقای مجری بخوابه ما که کار نداریم بخوافه بخوابید دیگه آه. شب بخیر شب بخیر